دستت خوشگل قدش بره نکن برادرش همینم قدش بعد مخصف پانشت و پانشت ما میدار اومدیم داشتم تو این رو اومدیم ما همش رو سریم برات عشقت بیری به بار اینجا هج آفسیش میاره ما اینیم اچهزر تو هم نمک خوابونده درک اومدی درک تور خوندی داشت دست میگیری نکه حالا دیگه واسمان بله دست میگی بیمارفت نه داشی واسمان تاس نمیگیره تو نمیری تاس کدومه بک میکنی خیلی بیمارفته جون تو خیلی کلکه جون ما این گربه مرتضی علی میمونه دست خوش غریبه و عشقه واسش یکیه تاس بگیری از حلقومت میکشم بیرون بلنش بیمه از خود اومد که برو بیاره برد خیاره بازم که تو عرق میخوری تو هم که باز قمار میکنی نه رفتم کار کردم تو مست کردی پیر زن؟ پیر زن؟ کی منو پیر کرد؟ کی منو به این روز انداخت؟ تو! تو با این کارات هم خودت بیچاره کردی هم منو منو کشتی خودت هم آتیش زدی آره خودم آتیش زدم تا شکم تو را سیر کنم میفهمی؟ شکم من رو سیر کنی؟ با کدام پول؟ با پولی که از راه قمار یا دزدی به دست میاری؟ با اینا؟
کردی شم؟ من خونه جیگر خوردم تا تو رو بزرگ کردم، با سیلی صورتم رو سرخ کردم، نون خالی خوردم تا تو رو به این هیکل رسوندم. اما چی تحویل اجتماع دادم؟ یه دوست، یه قمارباز. حالا فهمیدی چرا عرق میخورم؟ چرا من کل پناه میبرم؟ وقتی از زندون اومدم بیرون بهت قول دادم که کارهای گذشتم رو فراموش کنم، هنوزم رو قولم واستادم. اگه یکی دو دفعه تاس ریختم برای این بود که پول گیرم بیاد. ببین پسرم، من حاضرم گشنگی بکشم، نون خالی بخورم، به شرطی که دنبال یک کار آبرومند بری و زندگی تو عوض بکنی. روی مادر تو زمین ننداز، التماس میکنم. بازم قول بده، قول بده که به تاسم دست نزنی. خب قول میدم، اما بشتین که تو هم قول بدی لب به مشروب نزنی. قول بدم. آقا بگو بند زنش بیرون میگه. معذرت میخوام، شما کاری نداشته باشید. مگه نمیبینی دارم حرف میزنم؟ مگه فرق من با اونا چیه؟ اونا پول دارن. منم پول دارم. پولت نمیرسه. چرا چرا میرسه؟ نگاه کن، بازم بسط نیست؟ نه، تو نمیتونی با این پولا منو رام کنی. چرا؟ چرا؟ برای اینکه من میدونم این پولا رو از کجا آوردی. رفتی سر یه مش آدم بدبختو که نمیشناختنش شیره مالیدی و پولاشون رو برداشتی اومدی اینجا. برای تو چه فرقی میکنه؟ مگه تو پول نمیخوای؟ اما نه این پولا رو. پس پوله؟ آره، خودت خوب میدونی. تو خیال داری منو به کار سابقم وادار کنی نه؟ اگه منو میخوای آره، باید تصمیم تو بشکنی. نه پس تو معطل چی هستی؟ من فقط شکستن قولته. حالا موقعشه. کار میکنی؟ هیچ، دارم دنبال کار میگردم. دنبال کار؟ بعضی ها رو هم کار دنبالشون میگرده، مثل تو. منتها تو از این ورکی میری و کار از اون ورکی، هیچ وقت به هم نمیرسید. ببینم، پس برزخید واسه اینه؟ نه، واسه اونه. من همه رو منتر خودم کردم، اونم منو منتر خودش کرده. زنا فقط مرده پولن. نه، نه این یکی رو نشناختیش. پس چی میخواد؟ دردش چیه؟ دردش؟ فقط اینه که... گفتم دردش چیه؟
بزنش. گربه میرخصون، اون میخواد دوباره منو برگردونه به همون کار اول خودم. کار اوله؟ آره، اما من دیگه حالش نیستم. 3 سال تمام زندونی کشیدم، دیگه بس. مزه تمام تلخی های زندگی رو تونی 3 سال کشیدم. از زندون که اومدم بیرون به مادرم قول دادم که دیگه دنبال اینجور کارا نرم. فقط یه گاگوداری واسه پول تو جیبیم میرم تاس بریزم. اما این دختره میخواد من قولی رو که به مادرم دادم بشکنم. خب بشکنش. نه، من این کارو نمیکنم. خودت میدونی. فقط اینو بدون که تو مثل طلای 18 هستی، اون یه زرگر خبره. خوب به هم جور میای. اون میتونه از تو همه چی بسازه. نه، من خوشترم خودم باشم. آخه نداره. اینی که اینجا وایساده یه گربه فرستره با یه روبام کارتره. هیچ خوفی تو این دنیایی که این دست کلیدش نباشه. اما حیف که به مادرم دروغ میگی. دیگه عرضشو نداری، یعنی دلشو نداری. ترسوی بزدل، اون دادن به مادرت هم بهانه است. بهانه؟ هنوزم دلشو دارم. نه نداری. گفتم دارم. نشون بده که دلشو داری. همین امشب. بله، همین امشب. Thank you.
بپر. کجا؟ کمک کن. از من نترسید، تو رو به خدا به من کمک کنید، منو بی خودی بخوام بگیرم، من کاری نکردم، من دزد نیستم، من کاری نکردم، من به شما پناه آوردم. ببین چی میگم، اگه ساکت باشی قول میدم که کاری باهات نداشته باشم، فهمیدی؟
گفتم که از من نترسی. من با شما کاری ندارم. منو بی خودی میخوام بگیرم. من بی گناهم. من کسی رو نکشتم. چی؟ قاتل؟ نه. جناب آیا. جناب آیا. باور کنی. دروغ نمیگم. کی اینجاست؟ به جز من کسی تو خونه نیست. دروغ میگی؟ نه دروغ نمیگم. تلفن. تازه خودتون میتونی همه جا رو بگردی. بله خوب. یافت کنم. برو گوشی رو بردار. دیالا چرا معطلی؟ بجام یالا. مادرم رفتن بیرون به چاکونه. چشم از دفتر روزنامه بود. بابام کار داشتن. راستشو بگو. پس موضوع چاکونه چی بود؟ آخه پدرم چاکونه داره. الان کجاست؟ الان برادرمو بردن سینما. پس به جز تو کسی دیگه ای تو این خونه نیست؟ گفتم که نه. دروغ میگی؟ نه دروغ نمیگم. اونجا در آپارتمانه. کیه زنگ میزنه؟ گفتم کیه زنگ میزنه؟ پاشو به پاشکیه. یلا پاشو. برا پاشکیه یلا. دختر چرا در باز نمی کنی؟ بابامه. باباتی. بپرس کسی باشونه؟ بابا. کسی رو با خودتون آوردی؟ چی میگه؟ چی میگه؟ دختر در باز کن. مگه دیوونه شدی؟ بیا در باز کن. یلا. یعنی چه نمیفهمم؟ حتما خوابالوه. رفتیم. این دیگه چه مسخره بازیه که در این دیگه چه مسخره بازیه؟ چی؟ چی شده؟ صداتون در نیاد. ساکت. آقا من آدم پولداری نیستم، اما هر چی دلتون میخواد بگیری رو از اینجا برید. راست میگه. من از شماها پول نمیخوام. پس اومده اینجا چی کار؟ پس اینجا چی میخوای؟ کاری با من نداره. اومده اینجا که... که چی؟ گفتم ساکت. خب بینم تو واسه روزنامه کار میکنی. بله. الان از روزنامه میخواستنت. لابد میخوان آخرین خبره بهت بدن که چاپ کنی. دزدی، جنایت. اما قبل از اینکه بخوای به خودت زحمت بدی میخوام یه بشته بهت بدم. فصل خبر اینجاست. تو خونه تو. من؟ آره. قتلی که اتفاق افتاده به دست من بوده. حالا برو بگو. برو بگو که قاتل اینجاست. شما قاتل؟ آره من. میفهمی من؟ منو بگو. اما موضوع مختم باشه. فردا. خودم هستم. بفرمایید. اما من متاسفانه امشب حالم خوب نیست. نمیتونم برم چاپخونه. راستی معذرت میخوام، گفتید قتل همین امشب اتفاق افتاده؟
اسمش چیه؟ کشته شده؟ متشکرم. کی بود؟ مگه شما دیوونه شدین؟ میگن قاتل ضمن فرار کشته شده. کشته شده؟ پس من اصلا چرا این حرفا رو به شما زدم؟ چرا؟ آخه چرا این چلو دهنم را گرفتم؟ دیدین بهتون دروغ نمیگفتم؟ نگفتم من بیگناه، نگفتم. چرا اینطوری به من نگاه میکنین؟ از من چی میخواین؟ اصلا چرا اینجا وایسادی؟ ها؟ برید جام چی؟ برید تنام بذارید؟ برید دارید؟ برید هی اگه تا صبح ساکت نباشین میدونین با اتون چیکار میکنم؟ با همین مغز همه تون رو داغون میکنم. راحت شدی؟ حالا دیگه برین جلی برین میتونین با خیال راحت بخوابین. این دیگه چه بدبختی بود. برو لباسات عوض کن. صد دفعه بهت گفتم در ساختمون باز نذار. در ساختمون بسته بود. در ساختمون بسته بود. اگه در بسته بود پس از کجا اومد تو؟ از پنجره اتاق من. چی؟ داشتم کتاب میخوندم یه مرتبه دیدم بسته دیگه. حالا چی کار باید کرد؟ یه جوری باید پلیس خبر کرد. نه مادر اون با ما کاری نداره. میگه به اینجا پناه آوردن. یعنی چه؟ مگه اینجا پناهگاهه؟ آی اونجا چه خبره؟ دخترتو ببیرون شما ها میگیری بخوابی یلا من اگه با تو نیستم میگم ببیرون. ناراحت نشی من میدم تو اتاق خودم تا بهانه دستش ندی. بار تو اتاقت خواهم داره بابا بای بچه یلا چی کار میخوای بکنی؟ نمیدونم آخه بالاخره چی؟ پلیس. پلیس. آو! چی کار میکنی؟ بذار صداش. نه. بذار. تا موقعی که دخترت تنها تو اون اتاق هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم. مگه نمیدونی اون مثل یه سگ هار میمونه. ما نباید کاری بکنیم که اون به ما نیششو بزنه. فعلا لباسات درار دراز بکش تا صبح ببینم چطور میشه. برو جونم، برو عزیزم، برو. خراب کرد.
برو جنم، برو بخواب. اینجا من هستم، برو بخواب. من نترسی، نترسی. میدونی من فکر میکنم امشب خیلی باعث ناراحتی شما شدم، باز ببخشید. عیبی نداره. چرا چرا، معذرت میخوام. من خودم هم اصلا نمیدونم چرا اینطوری شد. بابام که گفت. چی گفت؟ که قاتل کشته شده. شما چرا میترسی؟ اگه از اینجا برین کسی باهاتون کاری نداره. چرا دارن؟ پی منم میگردن. آخه منم با اونا بودم، منو مجبورم کردن. چرا این کارو کردی؟ چی شما رو مجبور کرد؟ اول همه زندگی، بعدش هم ولی باور کنی که دیگه تصمیم داشتم از این کارا نکنم. آخه قول داده بودم. به کی؟ به مادرم. تنها کسی رو که دیگه تو زندگی دارم. حالا بفهمه چی میگه. بهش گفتم قول میدم که دیگه زندگیمو عوض کنم. حالا هم دیر نشده این کارو بکنین، منم کمکتون میکنم. پلیس که اسم شما رو نمیدونه. اما نه، بهتره وقتی که از اینجا رفتین بیرون فوری خودتونو به پلیس معرفی. نه، اگه این کارو بکنین تو مجازاتتون تخفیف قائل میشم. نه، خیلی دیر شده، دیگه نمیتونم. پس چی کار میخواییم بکنیم؟ خودم هم نمیدونم. به محض اینکه پام از اینجا بذارم بیرون منو میگیرن. تازه اگه نگیرنم شما. من خبر نمیدم، نمیذارم پدر و مادرم هم خبر بدن. راست میگی؟ بله. تازه نوشته که تو نگهبانه، ولی به ما اعتماد کن، به کسی نمیدیم. از اینجا برو. درسته، خواهش میکنم برو. به خدا به کسی نمیگی. آری، حرفشون رو قبول کن. راست میگم، منم قول میدم به خدا به کسی نمیگی. مگه دیشب نگفتی که کمکم میکنی؟ چرا، گفتم. اما تو خودت گفتی که امروز صبح از اینجا میرم. اما اینو ندیده بودم. مگه نمیبینی روزنامه عکسام رو چاپ کردن؟ الان پلیس همه چی دنبال منه. حالا من کجا میتونم برم؟ کجا؟ من همینجا پیش شما ها میمونم. تو نمیتونی توی این خونه باشی. بله، نمیتونی بمونی. گوش کن، از این ساعت دیگه هیچ کی حق نداره پاشو از این خونه بذاره بیرون. فهمیدی؟ من باید کار زندگی بهم. مگه میشه؟ بله مگه میشه. ما که نمیتونیم. ساکت. اینم تا با هم بریم سر کار. گفتم هیچ کی نواست از این خونه بره بیرون. آخه مگه میشه؟ الان میاد برا اگه تو رو اینجا ببینه. برو باشه، نمیری
بریم از خونه بیرون. خیلی خوب میتونین برین، اما یکی از شما باید پیش من بمونه. اینم بدونین که اگه پلیس این دوره برای پیداش بشه، اونی که پهلو منه کشته میشه. جلو برین. بله، اما به من قول داد که دیگه زندگیشو عوض کنه. نه نه، من میدونم این دفعه بچم بیگناهه، بیگناهه. اشتباه میکنید خانم. نه اشتباه نمی کنم، اون به من قول داده. اما قولش شکست خانم. این دفعه مرتکب قتلی هم شده. چی؟ قتل؟ پس قولش رو شکست؟ بله. بگیرید نگاه کنید، اینم عکسشه، بفرمایید. سلام. یه شب نتونستم بیام و عرضه این که یه فوق‌العاده چاپ کنید و بدین بیرون نداشت. دیشب هرچی تلفن زدیم منزلتون کسی جواب نمیداد. ما هم که اجازه چاپ نداشتیم. خیلی خوب، بده من برو. اینو فوری بزنش. آخرین خبر این سرقت چیه؟ قاتل ضمن فرار خودش رو توی یکی از خونه‌ها مخفی کرده. حالا هم داریم خبرش رو برای روزنامه امشب می‌چینیم. چیز عجیبیه. درست این داستانیه که من دیشب کتابش رو خوندم. قاتل توی خونه مخفی میشه، اهالی خونه رو تهدید میکنه. مرگ اونم نمیدونه چی کار بکنه. توجه کنید، شهربانی کل کشور مشخصات قاتلی را که در غرب و دستبرد جسورانه دیشب دخالت داشت و موفق به فرار شد در اختیار عموم می‌گذارد تا مأمورین ما را در دستگیری این قاتل یاری نمایند. اینک مشخصات قاتل. شنفتی، از شما خواهش کردن که با مأمورینشون همکاری کنید. یعنی منو لو بدین. امیدوارم که این فکر احمقانه به سر شوهرتون نیفته. ها دخترتون اطمینان دارم. ولی من اگه جای تو بودم میرفتم خودم تسلیم عدالت میکردم و بعدش هم تموم میشد. به همین سادگی؟ مسلمه، برای اینکه الان شانست بیشتره. چه شانسی؟ برم تمام پولایی رو که به دست آوردم یه راست تحویلشون بدم. آره آره. من این کارو نمی کنم. با اجازه مادر. اوف بخوری. مرسی. میدونی چی کار میکنم؟ با این پول راحت زندگی میکنم. چطوری؟ نقشه های بزرگی دارم، همه رو اجرا میکنم. پس چرا معطلی؟ برو دیگه، برو نقشه هات اجرا کن. میرم، یک کمی صبر داشته باش. کیه؟ نمیدونم، ما این ساعت کسی رو نداریم بیاد اینجا. برو بپرس کیه. کیه؟ منم مامان. سلام. امروز چرا قد زود اومدی؟ دلم شور میزد. مادر اجازه بده تا بابام نیست باهاش صحبت کنم. بالاخره چی کار میخوای بکنی؟ منظورت چیه؟ میدونم که نمیخوای ما را اذیت کنی، ولی میترسم یه اتفاقی بیفته که ناچار بشی. شما
کجا رفته بودی؟ دلم شور می‌زد رفتم خونه. بعد اون پول داد که ببرم به مادرش بده. و تو هم رفتی؟ بله. خیلی بی احتیاطی کردی. خبر رادیو رو شنیدی؟ نه. گوش کن ببین چی میگم. کارت که تموم شد برو خونه خالت. شبم همونجا بمون. آخه باید پیغام مادرش رو بهش بدم. دیگه فضولی موقوف. امشب نباید بیای خونه. مگه میخوای چی؟ این کارا دخالت نکن دختر. همونی که بهت گفتم. هر وقت کارت تموم شد برو خونه خالت. از این طرف بچه شو لو نکنی. سلام علیکم. حالتون؟ تو اینجا چی کاری کنی؟ اومدم راجع به امشب بهت یادآوری کنم. امشب؟ یادت رفت؟ مگه قرار نیست؟ آه چرا یادم اومد. ولی من امشب نمیتونم بیام. خودت رو لوس نکن. حتما باید بیام. نه نمیتونم. آخه چرا؟ مگه چی شده؟ هیچ. اصلا نمیفهمم تو چی فکر دختری هستی. آخه تا کی میخوای مثل دختر بچه ها باشی؟ مگه همیشه میخوای تنها زندگی کنی؟ باید توی همچین مهمونی ها یکی سیو باسه خودت پیدا بکنی. فرض کن که پیدا کرد. اگه اون به من توجهی نداشته باشه چی؟ خب منم وقتی تو رو این ریختی ببینم به توجهی ندارم. تو یه دستی به سر صورت خودت بگی؟ اون وقت میبینی که همه به توجه دارم. که تصمیم گرفته این چیزی نگیم. خیلی خواه. اما این سکوت شما به ضررتون تموم میشه. دخترتون امرو نهار کجا بود؟ چرا نیومد؟ این مسئله به تو مربوط نیست. به خودش مربوطه. چطور به خودش مربوطه؟ یعنی شما هم دخالت نمیکنید؟ بینم. هر کاری که دلش بخواد میکنه. جلو دهن تو ببن. دختر من از اون دخترها نیست. ما کاملا بهش اعتماد داریم. بهش اعتماد. خب اگه بهت بگم زیادم بهش اعتماد نداشته باش اون وقت چی میگم؟ میگم خفه شو. چشم. اما حالا فرض کن دخترتو. گفتم فرض کنم. فرض کن دخترتو عاشق من. فضولی موقوف. حرف زیاد نزن. مگه آدم قطعه که دختر من عاشق تو قاتل کثیف میشه. گفتی خریدم. ببر بس تو آشپزخونه. آره. مامان! مامان! چی شده مامان؟ چیزی نیست. چیزی نیست. چرا؟ چرا؟ یه چیزی شده؟ عیب نداره پسرم. تو اینطورش کردی؟ نه، من تقصیری نداشتم. میکشمت،
برو یه چیزی واسه خواهد بخش. آره راست میگن کامی جان. دلی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 ل
دروری دروری نای 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 کامیشار امروز مرسه نایمدی مکتب افتری نظر جونم بگو کامی کامی اوه پسرم حتما میخواستی از آقای پاسبان کمک بگیری و بری اون ور خیابون نه میخواستم اوه دروغ نگو پسرم بری بیا بریم خونه پسرم متشکرم آقای پاسبان بری بری چی کار میخواستی بکنی پسر آخه با اون دعوام شد دعوا سر چی سر مادر آخه مادر رو اذیت کرد منم رفتم جلو تا میخورد زدمش بعدم اومدم پایین و یه راست رفتی پیش پاسبان بسیار کار بدی کردی بریم بابا ها. مگه شما آقای خونه نیستی؟ چرا؟ پس اون چی میگه؟ چطور مگه؟ چرا پول داده همه چی واسه امشب بخرم؟ امشب؟ آره بریم ببینم سبزی خوردم آفرین خیلی خوب خوب شد نه؟ آره بابا بیان غذا داره چرا تو فکر پشت بیا؟ کامی تو بشه اینجا بابا تو هم بشین اونجا مادر پسر شما نمیایین یه بیان دیگه ما فقط منتظر شما هستیم زود باشیم با این بوغلمو داره پرپر میزنه یه قرار نبود که شما چیزی بپزین آخه شما امشب مهمون من هستی من این بوغلمونه واسه همه خریدم خودت بخور من که من میتونم این همه غذا رو بخورم من اگه جای تو بودم لج میکردم و همه شو میخوردم خامی ساکت غذا تو بخور چشم به به غذای ما چه خوشمزه بس دیگه فوزولی مقو گوش کنین اگه از غذای من نخورین مغزتون رو داغون میکنم
بعضی کاراست که با تهدید پیش نمیره. چرا پیش میره؟ نه خیر نمیره. هر کس در زندگیش یه روش معینی داره. با فشار زور نمیشه کسی رو وادار به کاری کرد که دلش نمیخواد. این حرفا واسه تو روزنامه خوبه. یالا از شام من بخورین و الا میکشمتون. اگه تو یک گلوله خالی کنی با دست خودت همسایه ها رو خبر کردی، میفهمی؟ بله. که به خود من مربوطه. یالا معذرت میخوام، من خیال کردم به اتفاقی افتاده. خداحافظ. خداحافظ. باید تا تای غذا رو بخوریم. چه مهمونی خوبی، چقدر خوش گذشت. چرا دخترت تو حالا نیومده خونه؟ قرار نبود بری پیش مادرم. چرا رفتم؟ چرا نیومدی جوابشو بیاری؟ مادر جوابی نداشت بهت بده. چی؟ گفت اگه میخواد تو روش نگاه کنم بره خودشو معرفی کنه. تو که گفتی امشب نمیاد خونه، پس چرا اومد؟ خودمم نمیدونم، مخصوصا بهش سفارش کردم که نیا. وقتی از منزل مادرت اومدم بیرون یه نفر اونجا وایستاده بود. نه ترس، انقدر طبیعی رفتم اومدم که اصلا متوجه من نشد. آفرین. خب امشب خوش گذشت. جایی نبودم که خوش بگذره. و واسه چی خودت انقدر خوشگل کردی؟ آخه امروز یکی از دوستام یه چیزی گفت، میخواستم امتحان کنم. چی رو امتحان کنی؟ که ببینم برای تو فرقی کردم یا نه. نمیدونی چرا؟ نه. آخه مگه آدم میتونه یه دوز رو دوست داشته باشه؟ اون قبول کنه، آدم سعی میکنه کمکش کنه، بعدم نجاتش بده. تو هم منو دوست داری؟ آره.
اما مجبوریم از هم جدا بشیم. نه مجبور نیست. اگه تو برد مادرت گوش کنی و خودتو به پلیس معرفی کنی، من قول میدم تو مجازات تخفیف قائل بشم. نه نمیشه، خیلی دیر شده. گوش کن، اگه راست میگی بیا با هم از اینجا بریم. چطور آخه؟ مگه میشه؟ ببین من خیلی پول دارم، تو فردا صبح میری یه ماشین به اسم خودت میخری، بعدم با هم از اینجا فرار میکنی. این کارو واسه من میکنی؟ آخه چیشی داره بر میزنه؟ لابد داره پیغام مادرش بهش میده. حالا فهمیدم، پس برای همین امشب اومده خونه. بهش گفتم دختر تو این کار دخالت نکنه. حالا چی کار میخوای بکنی؟ کاری نداشته باش، بگی بخواب. دیوونه شدی؟ هیچ فکر بچه ها رو نمی کنی؟ خودم هم نمی فهمم. برای خیال کردی؟ آمی جو
شوخی نکن کامی. از جا تکون نخور. بابا جون، مامان، بیاین. تسلیمش کردم. بیاین، بیاین، تسلیمش کردم. حالا چیکار کنم؟ مامان مگه نمی‌کشه؟ کامی، یالا بابا بده به من. نصف بده به من هستی رو. بده به من. آخه این چه کاری بود کردی؟ مگه تو آدم کشی؟ بیبریم عزیزم. بیبریم شو اتاق پیش خودم بخواب. بیبریم. این چه کاری بود کردی؟ بریم بخوابیم. بریم. خیر گذشت. بیا که تو اینجا بمون. چرا؟ سوال خوب. حالا که کارت اینقدر مهم بود میخواستی زنت بیرون نفرستی. زنم به خاطر بچه رفته بیرون. مگه میشه تو خونه زندانیشون کرد؟ خیلی داری به راجی میکنی. گفتم که یکی همیشه باید تو خونه بمونه. مگه حرف حالید نمیشه؟ آخه بابا کار دارم. خفه شو به تو مرگ اینجا سرم در نیاد. اینقدر زیادم ور نزن. چرا جوانان ما منحرف میشوند؟ آیا علت اساسی انحراف جوانان را باید در تربیت اولی؟ گوش کن، به درد تو میخوره. من گوشم از این چیزا پره. اینا به درد شما میخوره. تو خیال میکنی کسی این حرفا رو قبول داره؟ کسی به این حرفا گوش میده؟ ها؟ البته، مگه همه مثل تو هم. تو خودت هم نمیدونی تو زندگی چی میخوای. بینم ای تو میدونی؟ آره، من زندگی رو تو خود زندگی پیدا کردم. کار کردم، زحمت کشیدم و هر چی دلم خواست به دست آوردم. تو این چیزا رو نمیفهمی. یعنی معنی زندگی رو نفهمیدی. چرا؟ فهمیدم. تو داری خودتو با این حرفا گول میزنی. وقتی پول داشتی همه چی داری. با پول همه چی رو میشه خرید. مقام، قدرت، شخصیت، شهرت. خلاصه پوله که این زندگی رو به وجود میاره. کدوم پول؟ پولی که تو به دست میاری یا اون که صبح تاشون کار میکنه و زحمت میکشه؟ فرقی نمیکنه. وقتی پولت زیاد شد، دزدی و جنایت رو باش میخری و برای همیشه خاکشو میکنی. اون وقت یه عمر خوشبخت زندگی میکنی. این پولا خوشبختی نمیاره پسر. باعث بدبختیه. آخه تو به کی میگی خوشبختی؟ آها، من به اونایی که تا حالا ندیدم و نداشتم و هیچ وقت نخواهی داشت. اشتباه میکنی. حالا دیگه اینا رو دارم، یعنی همه چی دارم. این پولا رو نمیتونی خرج کنی. نه. تو اینطور فکر میکنی؟ ها؟ حالا میدونی دخترت کجاست؟ الان رفته سر کارش. شاید هم رفته گردش کنه. لابا دوربر بونگوهای ماشین فروشی گردش میکنه. ماشین فروشی؟ برای چی؟ آقا از همین پولایی که گفتی نمیتونم خرجش کنم بهش دادم که برام ماشین بخره. نه، این دروغه. من دخترم رو خوب میشناسم. پس بهتر بشناسش. اون منو دوست داره. جون بابا، از همون شب اولی که اومدم اینجا بهم قول داد که کمکم کنه. کمکت کنه؟ آره. زندگی رو به هم ریختی، خونم رو کردی زندون، حالا هم داری دخترم رو فریب میدی؟ بی شرف پس فطرت! سر کارت نبودی؟ چرا؟ پس تا حالا کجا بودی؟ کار داشتم. چی کار داشتی؟ گفتم که رفته واسه من ماشین بخره.
راست میگه؟ بله. مگه نگفتم تو این کارا دخالت نکن؟ من گفتم دخالت بکنه. و من گفتم دخالت نکنه. آخه اون منو دوست داره، به چه گفتم میفهمی؟ بگو که دروغ میگه. بگو که راست میگه. بگو، بگو. آره پدر. دوست. آدم رد بود که عاشق یه دوست شدی؟ بیشتر. میخوشم. چه خبری؟ چی شده؟ هیچی، بچه رو بردار برو منزل خواهرت تا من خبرت کنم. آخه چی شده؟ چی بهت بگم؟ آخه بدبختی اون کم بود، حالا دیگه دخترت هم اومده عاشق اون دزد بی سر و پا شده. چی؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ به من گفتن تو یه ساعت دیگه تعمیرش تموم میشه، خودمون میادیم جلوی من. مگه چیش خراب بود؟ خودشون میگفتن سیمکشی چراغاش خراب بود. شاید آدرس بهشون عوضی دادی؟ نه اطمینان دارم. نه اطمینان دارم بچه. ببینم مادرت کجاست؟ چرا تالا نیومده خونه؟ نمیدونم. تو فکر میکنی بابات به پلیس اطلاع بده؟ نمیتونم حدس بزنم. چرا حدس بزن؟ اینا همه به هم مربوطه. نیومدن مادرت بیدلیل نیست. نکنه یه کاسه ای زیر نیم کاسه باشه. من باید یه فکر دیگه ای بکنم. چه فکری؟ قبل از اینکه پدر مادرت موفق باشن باید این خونه رفت. از خونه بیرون رفتن که صحیح؟ با همین تا اینجا در انتظار بمونیم؟ شاید اصلا ماشین رو نیاورده. خدا کنه زودتر بیارن. خدا کنه، خدا کنه. چی رو خدا کنه؟ حتما یه نقشه ای در کنه. نقشه؟ بله نقشه. و تو داری با این کارات به اونا کمک میکنی. اولش داره شروع میشه. الان همه جا رو محاصره میکنن. نه اشتباه میکنی. تا الان ناراحت هستی. قبول کن. به خدا دروغ نمیگم. بچه رو تا الان ماشین رو نیاوردن. نمیدونم. تو خوب میدونه. بگو بینم ماشینی که خریدی چه رنگه؟ یه ماشین سفید رنگ. چه مدلیه؟ جمسه؟ شولته؟ چیه؟ نمیدونم از چه کارخونه ایه. خیلی خوب، کاغذ خریدش کجاست؟ چرا حرفای منو باور نمی کنی؟ گفتم کاغذ خریدش کجاست؟ بذار برم تلفن کنم. با کجا داری تلفن کنی؟ از خونه همسایه. میخوای به هوای تلفن بری پیش بابا ننت؟ نه، به خدا نه. چرا، چرا؟ نه. از همه نقشت این بود که خانوادت نشسته. نه، بگو آره. منو اینجا منتظر ماشینی گذاشتی که اصلا نخریدی؟ خریدم. دروغ میگی. به جای خریدن ماشین رفتی پلیس رو خبر کردی. نه دروغ نمیگم. من این کارو نکردم. من پلیس رو خبر نکردم. چرا کردی؟ یه جلتو نشونه بدم. اونها شونا بیرون منتظر منن. من اینجام. من اینجام. بیاید من دستگیرم کنید. چه بیاید. بیاید. کمونجا کسی نیست. مطمئنی که کسی نیست. پس بریم پایین تا ببینم. ببینم که راست میگی یا دروغ. یا الله بیا سلا. بیا سلا. بیا سلا. نه. اگه کسی بیرون نیست با چه اینقدر میترسی؟ برای تو میترسم. برای من میترسی؟ دروغ میگی. به خدا دروغ نمیگم. چرا چرا؟ تو منو فریب دادی. منو گول زدی. یاد دیگه مشغولم کردی و نذاشتی بفهمم چی کار داری میکنی. خوب اعتماد منو جلب کردی. اینطور نیست؟ چرا؟ از من پول گرفتی.
به هم قول داری واسه ماشین بخری. پس کو ماشین ها؟ کو ماشین که واسه من خریدی؟ بگو کجاست؟ چرا لال شدی؟ چرا نمیفهمی؟ چرا جواب منو نمیدی؟ تو که منو دوست نداشتی چرا به هم دروغ گفتی ها؟ چه حرف بزن؟ به خدا دوستت دارم، ماشینم خریدم. نه هنوزم داری به من دروغ میگی. تو هم مثل اونایی که فکر میکنی همه تون به فکر دستگیری من هستین. منو مثل سگ میدونی، مثل سگ. نه اینطور اشتباه میکنی. اشتباه نمیکنم. بیا جلو تو با چشم خودم ببینم. والا بیا جلو با چشم خودم ببینم. نه آهای دوز بیا بیرون، بیا بیرون تا مغزتو داغون کنم. از اونجا بیا بیرون، میشکافی؟ با تو هستم ترسو، بیا بیرون. حالا دیگه میترسی؟ پس چطور شد اون همه شجاعته؟ آفتی رو برده بده به من. آرشته بده به من هفتی را. پس به صورت منتظر چی هستی؟ آهای اگه مردی بیا بیرون، بیا بیرون دزد بی خیرت. گفتم هفتی را بده به من. یالا یالا زود باش بده به من. چه برش دار؟ بده به من، پرتش کن، بده به من، بدش من تا حساب این مرتکر برسم. بده به من، خواهش میخوای چی کار بکنی؟ چی کار میکنی؟ بده به من. این بود